بسم الله الرحمن الرحيم. دا درس روز قبلی ما دا برنامه کویک بوکس روی جور کردن یا ایجاد کردن مشتری دا برنامه کویک بوکس صحبت کردیم. چه قسم ما میتونیم سنگل مشتری و ملتیپل مشتری را دا برنامه کویک بوکس ایجاد کنیم و جاب هم صحبت کردیم که چه قسم به یک مشتری یک جاب مشخص ارت میکنیم و ایره ما گفتیم که اگر ما فایل IIF داشته باشیم، یعنی فرمت کویک بوکس، او را کسی اکسپورت کرده باشه و ما بخواهیم او را در برنامه کویک بوکس امپورت کنیم از طریق اینی کمان میشه. امروز روی وندر صحبت میکنیم. اگر شما در برنامه کویک بوکس در هوم پیج بین یک وندر سیستم رایم و یک کستومر سیست کستومر را گفتیم روی وندر کار میکنیم. وندر هم مثل جور کردن مشتری هم از این قسمت میشه کی را کلک کنین وندر سنتر باز میشه برای ما و هم میشه که از طریق لفت آیکن بار یکان وقتی هاید میباشه بخاطر از اینکه این قسم بالاش باز و هاید میشه، این را که کلک کنین هم باز میشه برای ما و از طریق منوی وندر هم میشه که اینجا بیاین وندر سنتر را کلک کنین. این گورنمنت سیل تکس دپارتمنت که ایسی اگه وندر است که از قبل ما جور کرده بودیم بخاطر جور کردن سیل تکس دا ایتم لیست اگه باید تن باشه او را که ما جور میکردیم ایره جور کرده بودیم. اگه پس ایره میخواستین دیلیت کنین مشکل نیست، نه ایره دیلیت کرده میتونین، ولی بخاطر از اینکه ایره ما دا انوایس ایره استفاده کردیم به او خاطر برای ما میگه که تو ایره نمیتونی دیلیت کنی. میبینی نه You cannot delete this vendor because it is the tax agency for tax invoice item. وای ما در چندین مشتری اوجا ذکر کرده بودیم، گرچه در هیچ ترانزکشن حساب استفاده نشده خود اوجا بخاطر مشتری هم انتخاب شده گیست. بر صورت بخاطر جور کردن وندر جدید ما در این قسمت میبینیم نیو وندر نوشته کرده، ای را کلک میکنیم و نیو وندر انتخاب میکنیم. اولین چیزی که از پیش ما میخوای نام وندر است، نام وندری که تو از پیش از او خریداری میکنی به نام چیست نامش ذکر میکنی. ما مثلا نوشته میکنم که یک وندر ما به نام گوگل است، صحیح است؟ نام کمپانی گوگل است، صحیح است؟ اوپنینگ بیلنس از این وندر تو قرضدار هستی از سابق از سال قبل، سر تو پیسه شاست یا نیست؟ میگم نه نیست که نیست، سیر صفر بان. کرنسی از این افغانی است یا دلار است؟ باز برتن میگم که اگر تو میخوای که اوپنینگ بیلنس از این رد کنی با افغانی نمیتونی اد کنی، صحیح است؟ ببخشید با دلار نمیتونی، افغانی میتونی، صحیح است؟ چون دلار که از هوم کرنسی مون نیست. پس میشه که تو کنورت کنی با افغانی باز رو اد کنی، چه مشکل نداره. دیگه کرنسیش افغانی انتخاب کردم، میشه دلار انتخاب کنم، مشکل نداره. نام کمپانی از چیست؟ میگم google.com google.com هر نامی اصلیش از سوره نوشته کن. اگر در اینجا نام وندرم هم نام نفرم مشخص میکنی هم مشکل نیست، اگر نام کمپانی رو نوشته میکنی هم مشکل نیست، صحیح است؟ به طور مثال نوشته کردم گوگل و در اینجا نوشته میکنم که گوگل به طور مثال انترنشنل نشنل LTD، صحیح شد؟ وندر امی نام کمپانی خود گوگل از فاطمان کدام رئیس کس داره فل نیم از اینجا نوشته کنی، اینجا میتون شورت نمیشه نوشته کنی، در اینجا باید فل نمیشه نوشته کنی. مستر بنامی سن پا چیز چیز نام رئیس گوگل هم یک چیز نام داره، من نوشته میکنم مستر سرباز خان ایره نوشته کنم. جاب تایتل از چیست؟ میگم که CEO ایس رئیس ازی کمپنی گوگل است. من فون نمبرش نوشته کردم که 93-20-C-20-40 این نمبرش است. Chief Executive Officer. ایمیل ادرس چیز نوشته کردم که info at
google.com ایمیل ادرسش من ایمیل ادرسش ورک فون نمبرش همین شماره را کپی میکنم اینجا پیست میکنم موبایل نمبرش نوشته میکنم که مثبت 44 7 200 300 این نمبرش هست سی سی ایمیل ادرس شما قبلا هم گپ زده بودیم این رو نوشته میکنم سلز یا نوشته میکنم که ceo@google.com و فاکس نمبر نداره وبسایتش نوشته کردم www.google.com در ادر فقط میخوام که سکایپ ایدی زیر نوشته کنم که گوگل از بس خلاص ادرس دیتیل ازی ام بیل ایت فرام و شیپ ایت فرام ار دو ادرس شو نوشته میکنیم در مشتری اگر باید دن باشه در اینجا بیل تو می آمد در اینجا شیپ ایت فرام می آمد این وینده دیم ما آشیار از پیش ازی خریداری میکنیم نمیکنیم شیپ ایت فرام وقتی که جنس از او برای ما می آید از کجا می آید ادرس مو دفتر اصلیش در کجا هستن شیپ چی رو میگه انتقال داده نمیگه جنس مثلا ما دفتر ما در شارینه هستم مگر مسائل زیاد مسائل گودام که هست دمی سیلو دمی جای تعمیر برش گرفتیم به خاطر از کجا نمیشه کل چیزا رو ما ذخیره کنیم قیمت هم از دیگه مسائل دفتر موج هست بیل ایت فرام بیل میتیم از اوجه ما به مردم به مشتری خود مگر شیپ ایت فرام که هست از جا میکنم صحیح ما میگم ادرس بیل ایت فرام وقتی که بل میتا برای ما با اینمی ادرس میتا که google.com سربسخان صفحه که اونرش هسته صحیح نوشته میکنم که district number 3 کابل افغانستان به طور مثال و 1006 کوری امیساهی دیبوری و کود سنگی 1006 است ایریا کورش امیر میگم این طرف کاپی میکنم وقتی کلک کنی خودش بعضی معلومات میگیرن اوکی کلک کن اگر کاپی نشد میشه خودت ادیت کنی میشه ایره خودت کاپی کنی کاپی بگو اوکی کلک کن اون معلومات کلش چی میشه جا؟ خودش کاپی میشه بازم میخواست ادیت کنی اینجا بیا مثلا یه ادرسش از استیت پروینس افغانستان نداره کنتری رو نوشته میکنم که افغانستان نو چیز رو نوشته میکنی نوشته کو اگر نمیکنی نوشته مشکل نیست ادرس هست دیگه کدام کا بخواست دیگه نیست استاد دیر مهم آمشانه نکن باید صرف نوم دی مشتری خیر بسید شماره دی تلیفون او ادرس بس نور دونه مهم نیدی پکی اوز گوره ورک فون نمبر و موبایل فون نمبر و ویب سایت و ده دونه ضروری نیدی خوب بیام تاسو که دسی انترنیشنل ادارو که کار کوی ده معلومات طول غنده یه اقوی صحیح ده؟ ولی ده کستومر فقط جابش بسیار آه بله ده اینجا جاب نداره چون به خاطر ازی که این وندر از خریداری میکنم از بیش از صحیح؟ بله جاب به جای جابش فقط میتونیم نامش نمیشتن بله پیمنت سیتنگ اکاونت نمبر از وینډر تاسو میشه که بعضی وقت جنس بخری و برد بکر بیدا پول از طریق اکاونت برای ما روان کن خواه ما اکاونت نمبر تا خوبت برای ما ای رو درش کده ایجا ساد 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 این اکاونت نمبرش هست اکاونت بانکیش خیرد لیمیت ما دا مشتری هم خوانده بودیم تا یکسر هزار افغانی ببخشیم تا ده هزار یک هزار دلار جوان گفت برای ما که تو میتونی از پیش ما اشیا رو به قرض ببری به کریدیت ببری پیمنت ترمز ما شما صحبت کرده بودیم نه که در چه قوقت باید پول ما برازی پرداخت کنیم در مشتری چه قوقت در چه قوقت مشتری در چه قوقت پول برای ما پرداخت کنه و در اینجا ما باید در چه قوقت پول پرداخت کنیم این گفت که بیادر در یک ما پول پرداخت کوشش کنیم اگر خودت میخواستی کستوم پیمنت ما جور کنی مثل که اینی را ما به مشتری جور کده بودیم در 20 روز باید پول پرداخت کنی اگر در یک روز پرداخت کنی 5% دسکاونت برد میتونم باز کویک بوکس چی میکنه؟ این خودش محاسبه میکنه اگر ما مثلا امروز یک جنس خریدم بلش آمد امروز پولش پرداخت کنم او جا وقتی که پولش پرداخت میکنم برای ما میگه بعد تو واجد شرایط به 5% دیسکاونت شده خودش میگه ما انتخاب نمیکنم خودش میگه برای ما بازورم بگیم که محاسبه کو خودش کات میکنه از اون برای ما درسته این مشتری را ایچ میگم که دایگ ما باید پول پرداخت کنیم برای این وندر ببخشیم این وندر یک قسم جور میکنیم که دایگ ما پول پرداخت با دیگه وندر باز تخفیف میگیریم که باز معلوم شو برای شما که چه قسمی پروسس میشه این چیزا دیگه بلینگ ریت لیول که است اگر باید تن باشه ما در مشتری جور کردن یک چیز داشتیم به نام پرایس لیول لیست که میگفتیم تاپ مشتری ما است لوور لیول میدیم لیول ای هم به خاطر وندر است ده اینجا ما وندرهای خود مشخص میکنیم مثلا
اگر شما ببین مراکز تعلیمی بسیار زیاد است، پانتونا مثلا کاردان که هست سمستر شاید $200 بگیره، سمستر نه ماهی $200 میگیره، سمستر نه میفهم 1000 از چقدر دلار میگیره. پانتونای دیگه است که سمستر 13000 12000 افغانی میگیره. این به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه درس و سطح درسش تفاوت داره. اما تو راست نیست. در اینجا برای ما میگن بعضی اوقات میشه که مثلا یک وندر ما باشه، ما یک سرویس به مشتری خود میدیم، ما وقت ندارم یا نداریم سرویس، با وندر خود معرفی میکنم. صحیح؟ چارج خود ما مشتری خود میکنم. بازی تو حالت ما میگم که اینی وندر ما تاپ هست. سر از او هر وقت ما یک مشتری ما میامد به اینمی وندر 10% سر از او چارجز اضافه جمع شود. چارج شود. مثلا ما ترنینگ میدم 3000 افغانی. میگم اگه خودی ما ترنینگ میدادم 3000 افغانی. مگم این وندر ما که هست یک ذره قیمت فروش هست. اگه این ترنینگ میداد 10% سر از او دیگه هم چارج شود به خاطر اینکه زیاد میگیره از پیش ما. و 10%ش خود ما میگیریم و فیکس پرایس برای او میدیم. دهی تو حالت باز ما از بلینگ ریت لول استفاده میکنیم. ایده گپ میزنیم. حال میمونیم. میره. صحیح است؟ بعد از او در تاکس سیتنگ میم. اینجا تاکس آیدی وندر ده نوشته میکنی. بخاطر چی؟ ما در کویک بوکس در آیتم لیست یک کماند داشتیم بنامی سنگل تاکس و گروپ تاکس. باید تنست؟ پس تاکس ما تطبیق میکردیم بالای مشتری خود. تطبیق میکردیم یا نمیکردیم؟ میگفتیم که مشتری مواجد شرایط به تاکس هستی نیست. آلی جا گب از ایست که ای وندر ماست ما بر از مشتری میشه. اگه این نفر از پیش ما تاکس مالیه میگیره و ای میگه که ای رو ما به دولت پرداخت میکنیم، سبا از وزارت مالیه یک تفتیش میاد که بیدر تو ای قدر جنس از ایخ نفر خریدی، مالی از ای کجاست، پرداخت کردی نکردی، تو پرداخت کردی یا ای پرداخت کردی، و ما بگیم که ای وندر ما پرداخت کرد، او چه قسم بفهمه که پرداخت کرد نکرد پرداخت. دو گب است. باید ام ورق که مالیه را پرداخت کرده یک کاپیش پیش ما باشه برای ما بده که بهتر این مالیه تو رو ما پرداخت کنیم. در غیر از اون تاکس آیدی هم پیش ما باید باشه که کس میاد تفتیش میکنه بگیم بهتر تو ببین در سیستم که این تاکس آیدی این پیمنت مالیه رو پرداخت کرده نکرده. به او خاطر این تاکس آیدی پیش ما باید باشه. من نوشته میکنم که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تاکس آیدی از نو حرف باید کم نباشه. ما گفته بودم وقتی کمپانی جور میکردیم در اونجا ما پیش ما میخواست EIN نمبر EIN در کویک بوکس EIN میگه افغانستان TIN است. صحیح ده؟ دیگه اکاونت سیتنگ است. ای اکاونت سیتنگ بسیار یک اپشن خوب است. در بالا خودش گفته که tell us which expense account to pre-fill when you enter bill for this vendor. بعضی وندرهای ما هست که ما امرای زو فقط یک ترانزکشن مشخص داریم یا دو یا سه ترانزکشن مشخص. مثلا گیگانور یک کمپانی هست که آی اس پی است که یعنی انترنت سرویس پرووایر کمپانی است که خدمات انترنتی را میده. یو ای ای تلکام اگر نامش شنیده باشی ای هم یک کمپانی است که خدمات انترنتی را میده. مثلا ما بر از او قرارداد کردیم دیجا که میگم که فقط از او ما انترنت میگیریم و در مقابل از او پول برش پرداخت میکنیم. فقط انترنت یک سرویس میگیریم. کویک بوکس برای ما میگه که تو اگر این وندرت که هست از یک سرویس مشخص میگیری به خاطر از اینکه وقتت ضایع نشه وقتی که میای مینوی وندر ده اینجا بر از او بل از این انتر میگیری. مثلا بل انتر میکنم یک ما پوره شد بل از این آمد برای ما گفت که اینمی بلی مصارفات چیست انترنت است. وقتی که من نام از او را کلیک میکنم مستقیم بل خودش ترانزکشن اکاونت خودش انتخاب شده. به خاطر از چی میکنم ما شما ده اینجا اکاونت خود ما اکسپنس اکاونت مشخص انتخاب میکنم. صحیح است؟ ایرم براتون عملی کار میکنم یک دقیقه به خاطر از اینکه اگه ایر انتخاب کنیم خب مشکل نیست. برای از گوگل که است ما اونم ترانزیشن مشخصه انتخاب میکنیم باز پس بعدا ادیت میکنیم. آمدیم گفتم بیادر از این کمپانی ما فقط انترنت اکسپنس داریم بس. همیشه پیلا که انتر میکنم باید اتوماتیکلی پریفیل شوه اینمی اکاونت خودش انتخاب شوه. بعض دیگه چیزش انتخاب نمیکنه. سه تا ترانزکشن میتونی اکاونت میتونی خودت انتخاب کنی. اگه کلیر میکنی کلیر کردم میتونی. نمیگم صحیح است. ادیشنال انفورمیشن خوب براتون گفته بودم معلومات اضافی است. وندر ما چه قسم وندر است؟ سپلایر است؟ کنسلتنت است؟ صحیح است؟ تاکس ایجنسی است؟ سرویس پرووایر است؟ چی رقم است؟ ما میگیم این سپلایر است برای ما اشیا را سپلایز میکنه.
صحیح است؟ ایر انتخاب کردن. اگر کدام فیلد در ریجه خودتان اضافه میکنین، میتونین که دیفاین فیلد بگوین، مثل که چند وقت پیش گفتم، الٹرنیتیف ایمیل ادرس سیر میکنم در وینڈر برای ما چکو، اضافه کن، اوکی کلک کده اینجا آمد. اگر میگی نه، نباشه پس بیایی را، از تک مار کلک دور که اوکی بگو پس دور میشه. بعد از اوکی کلک میکنم. اوکی که کلک کردین یک دن وینڈر امرای ما اضافه شد بنامی گوگل. کرنسی ایزی یو ایس ڈالر است، بیلنس ایزی صفر است، جنرل انفارمیشن است این قدر است و هیچ ترانزیکشن فیل اند هیستوری ایزی وجود نداره. مثل که بدگارا گفتم دیجی شما میتونین ترانزیکشن با اساس تایپ ازو با اساس دیت ازو صحیح شما چی کنین فیلتر کنین ازی گرز سلکی جا دیت است و ایجا تایپ شست. تو میخواستی که مثلا پرچیز آردارا را ببینی، میخواستی آیتم رسپت را ببینی، میخواستی بل پیمنت را ببینی، تناب بلا را میبینی، از جا تو را فیلتر کنه میتونین. حالا ببینین پیشتر ما شما یک چیزی را گفتم نه، در مینوی پس همی ویندر خود کلک میکنم ایدت ویندر میگم در اینجا ما گفتم که اینمی در اکاونتینگ سیتنگز یا اکاونت سیتنگز اینمی ترانزیکشن چرا ما انتخاب کردم بخاطر چی به درد ما میخوره. حالا وقتی که ما بخوایم که مثلا به اینمی ویندر ما کس یک بل انتر کنیم، مثلا این ما پورا شده بل انترنت فیس انترنت آورد برای ما، او را ما میخواییم که در کوئک بوکس برسانیم و پولیش پرداخت کنیم. ببینین وقتی که ما بیایم در مینوی ویندرز در اینجا بیایم انتر بل بگوییم. چی بگوییم؟ انتر بل. انتر بل کلیک کردم. وقتی که کلیک کنیم در اینجا ما چیز را انتخاب کردیم، اکاونت انتخاب نکردیم، اکسپنس اکاونت. با مجرد که همیشه کلیک کنم خودش چی میشه؟ انتخاب میشه. اونو اکاونت که ما اونجا انتخاب کرده بودیم کمپیوتر اینترنت اکسپنس خودش انتخاب شده است. چون ما گفته بودیم که بیادر ما بر از این ویندر که فقط یک سرویس میگیریم و او چیست اینترنت اکسپنس است. همیشه که ما میایم یک نفر است نمیفهم مثلا انتر بل از یک اکاونت باید خودش انتخاب شده برش یا چندین ترانزکشن همزمان ما میخوام ریکارد کنم. تصویر ترانزکشن اونجا ما اکاونت ما میتونیم ریکارد انتخاب کنیم، باز اینجا خودش چی میشه؟ انتخاب میشه. به خاطر از ما اونجا انتخاب میکردیم. بیرون مسئله دیگه از چی بود؟ امرای ما شما از چی بود؟ از پرایس لیول، بلینگ ریت لیول. صحیح است؟ بلینگ ریت لیول بود نه؟ در اینجا دامی بخش پیمنت که من بلینگ ریت لیول ای را بخاطر چی استفاده میکنیم؟ خوب ببینیم. ما یک سرویس داریم بنامی چی؟ بنامی کویک بوکس صحیح است؟ کوئک بوکس دسکتاپ ٹریننگ. خوب سیم توجه باشه. سه دن امپلائی داریم، یک امپلائی است همراه ما امپلائی است و دیگه همراه ما ویندر است. بعضی اوقات میشه که ما کارمند خودا با یک کمپانی روان کنیم که بهتر شما بر از او ٹریننگ بدیم. امپلائی هم چند قسم است نه؟ مثلا یک علی است همراه ما، دیگهش که است احمد است. وندرهای ما هم که است یک گوگل است و یک که است کمپانی اپل است. این دو وندر داریم ما. وقتی که یک مشتری ما میای از پیش ما اینمی سرویس میگیره ترنینگ برای ما بده، اول سر کارمند خود ما چی میکنم؟ ترنینگ چی میکنم؟ مثلا قیمت ازو فکس معلوم است برای ما، فیس ازی چقدر است؟ کاست فیس ازی باش که اینمی را اگذر منظم جور کنم. اینجا نوشته میکنم فیس. ما مثلا از کویک بوکس ترنینگ 3000 فیس میگیریم. صحیح است؟ در اینجا ما بودم 3000 نوشته کردم. قیمتش فکس معلوم است چند است؟ 3000 افغانی است. مگم این مشتری ها ویندر کارمندای ما که هست مثلا ای سپیشالیست است در بخش کویک بوکس و ای عادی یک ترنینگ ها گرفته. کویک بوکس هم میگم هر وقتی ما یک کارمند در مقابلش نوشته کردم که تاپ، چی نوشته کردم؟ اینجا نوشته کردم تاپ یا اکسپرت نوشته کردم اکسپرت نوشته کردم. تو امرای اینمی فیس که هست جمع میکنی 10% دیگره. صحیح است؟ اگر گفتم که نه نرمال فقط امرای زی 0% اضافه میکنی، نرمال اونم 3000 است. به مو شکل وندر ما میگم برش هر وقت که با یک وندر خود ما نوشته کردم که تاپ وندر ماست، صحیح است؟ اینجا نوشته نمیکنم تاپ، نوشته نمیکنم پایین میاره میره.
میگم تاپ نوشته کردم تو امرایز چی کو 3000 بگی امرایش 10% دیگه اضافه کن و اگه گفتم نرمال است هیچ چیز اضافه نکو بس خلاص مطلب گرفتین به این خاطر ما شما از چی استفاده میکنیم از بیلینگ ریت لیول استفاده میکنیم خوی چه قسم جور میشن میایم در اینجا در اینجا که اومدین در بیلینگ ریت لیول که اومدین با سر اد نیو کلیک میکنیم ایده که کلیک کردین مثل پرایس لیول است برای ما میگه که میخوای با اساس ساعت تو یک فیکس هاور ریت سیستم جور کنی اگر میخوای نه با تمام سرویس و چیزهایی که ما به مشتری خود ارائه میکنیم اینجا سرویس آیتم میه خب پروپوزل رایتنگ است کوئک بوکس ریستاپ ترنینگ است کوئک بوکس تکنیکال سپورت است و دیگه چیزا نمیه فقط ما که به مشتری سرویس ارائه میکنیم وندر ما دیگه سرویس برش ارائه میکنه آیتم خود ما میخریم قیمت از معلوم است سرویس که ارائه میکنه اینمی سی سرویس است کل زیر انتخاب میکنم بهتر در مقابل هر کدام ازی وقتی که ما به یک کس گفتم که اکسپرت امپلای اکسپرت نمیشته کنم اول امپلای رو مشخص میکنم اکسپرت باز چی کار کو در ارجست میم ارجست که کلیک کردیم میگیم بیادر تو یک کار کو 10% هایر بگی لور نه هایر دن ستاندرد پرایس یا ستاندرد ریت گرفتی؟ آفرین اوکی کلیک کو اینال شما سل کن ای 11000 بود نه 10000 بود 11000 گرفت 10% اضافه کرد 10%ش 1000 افغانی میشه این 3000 بود 3000 رو 3000 تمام سرویس این تکنیکال سپورت چون اوجا مفت است چیزی را قیمتش مشخص نکردیم عالم چی اما تو رایگان مفت آمدن اوکی کلیک کردیم یک دانه بلنگ ریت لیول به نام اکسپرت چی کردیم جور کردیم اوکی کلیک کردیم دیگه میایم در اینجا در اد نیو در اینجا که اومدیم میگیم یک دانه دیگه هم جور میکنم به نام چی البته این کاستم هاورلی ریت سیستم جور میکنم پر آیتم پر سرویس آیتم در اینجا اومدیم دیگه نوشتم میکنم نرمال اگر به وندر انتخاب کردیم یا به کستومر انتخاب کردیم ببخشید به امپلای خود انتخاب کردیم بعد چی کار شوه هر جس تو اومدم 0% لور یا هایر فرق نمیکنه صفر اگر جمع شوه یا کم شوه هیچ تفاوت نداره دن استاندارد ریت اوکی کلیک فیکس خودش انتخاب میکنه اوکی کلیک کردم این نرمال شد و دیگهش میایم برش نوشته میکنم که با اون نمور ما میتونیم که با امپلای خود مشخص کنیم هم با وندر خود مشخص کنیم دو دونه کی هستن اگر تو میگی که متفاوت باشه امپلای ما وندر ما متفاوت باشه باز جور کو دیگر اگر میگی نه یکسان باشه نیاز نیست برش این حال میگم اینمی وندر ما کی هستن ای اکسپرت نرمال هستن صحیح چیز هستن نرمال هستن یک وندر دیگر هم تو عجل جور میکنم رایت اینجا آمدم نیو انتخاب کردم نیو وندر گفتم بنامی چیپ میگم بنامی اپال صحیح سه اوپنینگ بیلنس هم نداره کرنسی از افغانستان نوشته کردم که اپال دات کام و مستر جان سمیت نوشته میکنم به طور مثال جان سمیت نام عزیز هم و بعد از جاب تیترش نوشته کردم سی ای او ایرم نوشته کردم فون نمبر دیگه معلوماتش نوشته نمیکنم آمدم در پیمنت سیتنگ دیجه در بیلنگ ریت لیول بر ازی اکسپرت انتخاب کردیم اکسپرت سیز نه؟ نه اوکی کلیک کردم خب ایره که انتخاب کردیم حالی در کجا استفاده میشه استفادهش چه رقم است ما در آیتم لیست اگه بایدتن باشه یک سرویس جور کرده بودیم بنامی کوئک بوکس تکنیکل سپورت جور کردیم یا نکردیم ای رو رایت کلیک میکنم ایدت میگم مگم کاست از ما مشخص نکرده بودیم ما گفتیم باز ای رو بعدن اگه مشخص کردیم باز در اونجا فکس میه گفتم ای رو متو میمانیم که هر وقت ما بخودیم ما بخواییم اونجا اضافه میکنم ای رو نوشته میکنم میگم کاست از چند است؟ 3000 مگم ایره 3000 که هسته ایچ نیسته ایره بیس آن هاور میگم اگه یک نفر کارمند ما میره در اداره کارهای تخنیکی مشکلات تخنیکی یک اداره دیگر در بخش کوئک بوکس حل میکنه سر ساعت باید برای ما 3000 افغانی بوده سر یک ساعت 3000 اینجا واحد اندازه گیری ازیدم چی میکنم تغییر میدم آمدم در اد نیو آمدم در اینجا بجای ازو که هست هاور انتخاب میکنم هاور در کجاست اینجاست تایم میایم در تایم که آمدم اینجا چی میکنیم؟ اوکی کلیک کردم میگم هاورلی بیسس صحیح است؟ یونیت آف میجرمنت از هاورلی بیسس است فینش گفتم یس انتخاب کردم یس که انتخاب کردم اوکی گفتم ایم اکاونت چیزایش دیگه انتخاب شده هیچ مشکل نداره اوکی گفتم اوکی که کلیک کردم
حالی ببینین به طور مثال یک مشتری ماستم در مشتری آمدم یک مشتری ماستم به نام حضرت ولی هیچ ترانزکشن نداره اینجا متوجه هستین و کرنسی ازم چیست افغانستان برازی یک کارمند ما بود یا وندر ما بود یک سرویس ارائه کرد فیلن خو امپلایی را اد نکردیم صرف وندر داریم دا کجا میریم میایم د مینوی کاستومرز د اینجا کی آمدیم د اینجا کماند است به نام انتر تایم اکتیویتی د اینجا آمدم نه انتخاب کردم یوز ویکلی تایم شیت این انتخاب کردم میگم یک کارمند ماست با اساس هفته رفته به یک مشتری ما سرویس ارائه کرد ویکلی تایم شیت این انتخاب کردیم این را که انتخاب کردیم خب د اینجا کدام نام وندر و امپلایی تو میای کدام وندر تو بود که رفته اونجا به مشتری تو سرویس ارائه کرد ما برش گوگل انتخاب میکنم گوگل اگه باید تن باشه نرمال انتخاب کرده بودم نه بلینگ ریت لول از این نرمال بود یعنی 3000 باید برش تا این شو 400 مشتری سر از این انتخاب کردم و اپل چه قسم انتخاب کرده بودیم اکسپورت انتخاب ما اپل میگیرم سرویس چقدر بود قیمتش 3000 با کدام مشتری ما سرویس ارائه کرده بود میگم به حضرت ولی کدام سرویس ارائه کرده بود تکنیکل سپورت بود صحیح یعنی تکنیکل سپورت بود یعنی د نور چیز نوشته می کنی کلاس مشخص می کنی نه یه مو کلاس که ما شما د ادوانس الیمنتری فال کرده بودیم خب د اینجا از منډی شروع کردم سنډی رخصتی است نه دیگه سنډی رخصتی نیست یک روز دو روز سه چهار پنج شش هفت روز مکمل گرفته یا رخصتی را که تو میگی رخصتی سه چه نوشته نکن صحیح است سنده اینجا سچرده سنده صحیح است یعنی رخصتی ری حساب نکده اگه کدام روز رخصتی است هیچ نوشته نکو میگم فقط دفته دو روز رفت یک روز چهارشنبه رفت یک ساعت برازی کار کرد و یک روز پنجشنبه رفت یک ساعت کار کرد بس مکمل توتال چند ساعت کار کرد اگه زیاد کم میکنه مشکل نداره میتونی چی من میگم نه امی دو ساعت کار کرد بعد از او تاریخش هم میگی کدام تاریخ هیچ تاریخ انتخاب کرده میتونی کدام هفته این همی ماه است هفته اول بود هفته دوم بود کدام هفته است صحیح است از 21 تا 26 انتخاب کردم این همی هفته بود باز چی گفتم سیف انکلوز گفتم سیف انکلوز که کلیک کردی حالا اگر ما بیایم در مینوی کاستومرز این درس های ما خو مانده این ما کار میکنم حالا به خاطر از اینکه شما عملی بفهمین که استاد همون سر ما جور کردی برای ما گفت که این قسمش حالا کجا استفاده میشه مثل در کاستومر که ما شما گفتم نه در اینجا که آمدی وقتی که میخوای که انوایس جور کنی انوایس جور میکنی به کدام جوان میگم به می نام حضرت ولی اولی را کلیر کن تا که کلیر نکنی و اپشن با صحیح نمیه سل که ایجم پیش ما میگه اپشن است به نام اد تایمینگ کاست از ایجم میشه و از ایجم میشه که ای را کلیر کنی مشتری تا از سر مشتری را انتخاب کنی به مجرد که شما مشتری را انتخاب میکنی کویک بوکس یک مسج میده برای ما بلیبل تایم و کاست در هیستری از این نفر وجود داره Do you want to select the outstanding billable time and cost to add to this invoice? I mean, khosti ki outstanding billable time and cost to add to the invoice. Sahi sta? Waya ura exclude kuni. Badan mi khoy irad kuni. Megam ne amura mi khom add kuno. Okay, click kar. Waqt ki okay click kar ek safi diga pass misha. Wahi nishan kar. Megam the history inami mushtari tu banam Hazrat Ali time and cost kaise ta ujud dara. چند دانه است میگه دو دانه است که یک امپلای او وندر تو است اینجا نام امپلای اومده خب امپلای او وندر خودش یا وندر هم باشه نامش اینجا میه امپلای هم باشه با نام اپل که است این سرویس برای چی کرد خدمات ارائه کرد تاریخ 23 و 24 هر دویش سلیکت میکنیم میگم سلیکت آل کدام سرویس ارائه کرد برای زی میگم برای زی که است کویک بوکس تکنیکال سپورت داده که چیش که است هاو ریلی بیس است یونیت اف میزرمنت ازی چیستا؟ هاو ریلی بیس استا ریت ازی 3000 استا چند استا؟ 3000 ما شما چند انتخاب کرده بودم اونجا؟ او را در کدام وندر انتخاب کرده بودیم؟ در اکسپورت انتخاب کرده میاد چی؟ در اکسپورت خودتا چی بود؟ نه در اکسپورت بود؟ خب ای کدام اپل ما استا؟ اپل اکسپورت نبود؟ اکسپورت بود؟ نرمال اکسپورت یک دقیقه نرمال خب یک دقیقه اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کنیم صحیح است اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردم اینجا شما ببینید چقدر چارج کردم 3000 چارج کردم اینو پس کلیر میکنیم حالا چی میکنیم
میریم در اینجا میبینیم که اینمی وندر ما که بود اکسپرت هست یا نیست اپال بود نی رایت کلیک کردم در ایڈیت وندر آمدم بلنگ ریت لیول از چیز اکسپرت هست اکسپرت هست یا نیست حالا ما میریم میبینیم که می اکسپرت ها که ما جور کده بودیم چرا کم هست او را بلنگ ریت لیول در میش در امپلای باید امرای ما شما در وندر باید باشه ببخشیم در اینجا هم نیست در بلنگ ریت لیول در اینجا سلکن بلنگ ریت لیول هست امرای ما شما خود در اینجا هم نیست در میشه بود در کجا هست در بلنگ ریت لیول او را باید پیدا کن نه در وندر باید اینجا باشه خود نبود خب ما چی میکنم اینجا آمدم خب به امپلای دیگه ما به نام گوگل بود نه یک دون دیگه انتخاب میکنم به نام چی جور میکنم به نام اسد زود جور میکنیم به نام اسد جور کردم یه ام افغانیستا دبلینگ ریت لیول از میرم یک ناو جور میکنم میگم تاپ صحیح است میگم تمام سرویسی که ارائه میکنم اگه به اوجه اول اگه متوجه باشین شما ما وقتی که بلینگ ریت لیول جور میکنیم قیمت از کویک بوکس تکنیکال سپورت صفر بود صحیح است اوجه انتخاب نبود به او خاطر اثری را انتخاب میکنم و ایره میگم که چی کو ارجست میگم میگم 20% هایر کو از چی از ستندر ریت اوکی کلیک کو انال سیل کنین ایر تاپ انتخاب کرن نی اوکی کلیک کردم اسد میگم یک سرویس خو اپل انجام داد یک سرویس اسد انجام میده با یک مشتری دیگه ما میم کدام مشتری رو انتخاب میکنیم این دفعه سلام صفحه انتخاب میکنم آمدم در اینجا گفتم که در کستومر در انتر تایم اکتیویتی یوز ویکلی تایم شیت میگم که امی اسد که هسته به یک مشتری ما به نام سلام صافی سرویس ارائه کرد تکنیکال سپورت کدام روزا میگم اینمی روز یک ساعت و اینمی روز هم یک ساعت بس مکمل دو ساعت سرویس ارائه کرد سیوین روز گفتم حالا پس به اینمی انوایس جور میکنم شما ببینید تفاوت در کریت انوایس آمدم کریت انوایس که انتخاب کردم اینجا کلیار گفتم از سری را سلام صافی انتخاب کردم ای را باز انتخاب کردم اوکی گفتم اوکی که کلیک کردیم حالا چند شده صحیح شد بخاطر از اینکه او را در او وقت ما انتخاب نکده بودیم قیمت از مشخص نکده بودیم به او خاطر چی نکد دیگر اگر می خواهیم که بفهم که واقعا 10% از او 600 میاد یا نمیاد 3000 را میگیریم ضرب میکنیم در 20% بود نه 3000 را میگیریم ضرب میکنیم در 20 و تقسیم میکنیم در 100 چند میشه 600 میشن به خاطر 3000 600 شد صحیح شد این حال وقتی که ما اوکی کلیک کنم سلیکت آل بگیم برای چی میکن اونم قیمت میگیره چون اورا ایکیستا تاپ ماست 20% چی میکنه اکسترا چارج میکنه یکی چه قسم پول ریسیو میشه اینا ما در اینجا میخوانیم باز ریسیو پیمنت و دیگه قصایش میخوانیم ولی فقط شما بفهمید که اونم بلنگ ریت لول به خاطر چی ما استفاده میکنیم مشکل حل شد ان شاء الله خب مشکل نداره خیر کالم به خاطر یک دویشن هستن حالا اگر ببینیم ما مثلا یک امپلای رو انتخاب میکنیم امپلای داریم یا نداریم امپلای می دو دانه سه دانه امپلای داریم ما شما یکیش اسلام است یک جان سمیت است یک دیگه است مثلا امپلای ما با یک مشتری ما سرویس میده استاد دار تارگت کنه یا کارمند تم کا تارگت کنه که دو نفر شد دیو پلس سیتا ماش من دیگه نه 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 تارگت نه دی تارگت دانه دی منگه د مش د کارمند اغا مشخصات اغا کو چیز مثلا دلتا اوس ګوره تاسو د کورسون دلار شي بل کورس کی د کورسای دیگه کی برین شو امی کو یک بوکس یک افغانی برتون ترننګ می درس میده میگم با یک افغانی درس میدم ما هغه مو کو یک بوکس درس دادن نه سوریش خند است یک نفر که مسلکش مالی نیست چه قسم کویک بوکس درس میده ده اینجا شما 3000 چرا میدین به خاطر از این میتیم که درس از اینجا بازو کده بهتر است این حال شما موجه همو ترینر هایی که با خود داری نور مشخص میگین که اینمی ترینر ما بخی تاپ است اکسپرت است اگر ایر ما به یک کمپانی به یک مشتری خود معرفی میکنیم به خاطر کار باید بچه های 3000 3500 از سر ازو 400 سر مشتری ما صحیح است اگر مثلا علی رو ما معرفی میکنیم علی که از تجربه و قدر زیاد نداره او میشه که مثلا شما ازو 3000 فیکس بگیره پوش بی دید پردام مشخص کن لیوال پار خیر وسی چستا کارمندان یا وینداران مشخص که کزما دغه وندر یا مشتری ته زما سرویس ورک باید لاس فیس نورم چارج صحیح ده اوس ما مخ مثال در که استاد کورس ار سفر کی پنتون فرق کی نو پنتون نه کټګرایز کوي تاسو ګوره امپلایم چې انتخابوي مشکل نشته آمدم د مینوی وینډر د اینجا بخښنده کسٹمرز د انټر ټایم اکټیویټی یوزلی ټایم ورکشیټ اول سال کو بجای زو مچ انتخاب میکنم امپلایر انتخاب میکنم هیچ مشکل نداره
هیچ تفاوت نداره. این انتخاب کن و انتخاب کن مشکل نداره. خب ده اینجا خو سوال نیستن. سوال کنون لاره؟ نه. استعمالی که بابا زیادتر در خدماتی کمپانیانه که مثلا سرویس ورکه دا ایتم لیست که نیست دا انوینتری پارت سر نیست مالک فقط تا سرویس ورکه او سرویس تا پاره مثلا زیادتر کم دفترون چی کنسلتنگ کمپانی ده کنسلتنگ سرویسیس ورانده که نه یا کنسلتنسی ده دا کمپانیانه یا نور مثلا تریننگونه ورکه دوی دوی سخه استفاده که زیاده کمون ده مثلا صحیح ده؟ بذار پر اداره دی که کارمندان دی سینیر و جونیر او خیر سینیر کارمند جونیر کارمند دیگه پر جونیر چه دو خب نو دیگه که هستم رای ما اگر تو میخوایی که ملتیپل وندر اد کنی دا برنامه کوئک بوکس هم مشکل نداره تا اینجا بیا اد ملتیپل وندرز مثلی ملتیپل کستومر وری صحیح است تا اینجا کامه دی اینجا مثلا نامش نوشته وندر نیم نوشته میکنی کمپانی مستر میسس First name, last name, but مشکل دیگه مشخصاتش فقط save changes کی گفتی چی میشه؟ اضافه میشه و اگر میخواستی کالام کستومایز کنی مثلا این رکار ندارم ریموف کو این رک ریموف کو یه رام گفته بودیم یا نگفته بودیم گفتیم اوکی کلک کو یک چیز است هیچ تفاوت نداره اگر در پروگرام اکسل دیتا داری فقط سلیک کو کاپی ده اینجا پیستش کو و اگر گفتی که نه ما میخوایم که یک لیست سوره امپورت کنیم لیستی در فرمت کویک بوکس است IIF است بیا در کدام چیز یوتیلیتی ده اینجا کامدی ده امپورت IIF فایل یه اوکی کلک کو اوکی که کلک کردی خو امپورت IIF فایل کلک کو ده کجاست اون امور انتخاب کو اوپن بگو چی میشه امپورت میشه اگر او چارت اف اکاونت باشه ده جای خودش میره اگر کستومر لیست باشه ده جای خودش میره اگر امپلای باشه ده جای خودش میره اگر وندر باشه ده جای خودش میره او اون امور لیست باید باشه که ما از کمپانی کویک بوکس که از او را اکسپورت کرده باشیم و ده ایجا پس ما او را امپورت میکنیم در یک ویدیوی دیگه که از سایگان و خدم چی میشه فکرش نمی باشه بجای ایزی که ما بگویم که اکسپورت او جا امپورت گفتیم جایی که امپورت از او را اکسپورت گفتیم خوب آدم فکرش نمی باشه دیگه به این شکل شما میتونید در برنامه کویک بوکس که از لیست که فرمت IIF داشته باشه او را امپورت کنیم جور کردن وندرز سوال ندارن انشاءالله خب و ملتیپل چی هم بلینگ ریت لیول هم گفتیم بلینگ ریت لیول ده اینجا می آمد نمی فهم از پیش ما گم شده یا ما او را فراموش کردیم که در کدام جاست اینجا به شکلی کمان می آمد که ما او را می خواستیم که هر وقت اد کنیم اضافه کنیم کم کنیم می شود خب این بود کماندایی که مربوط چی میشه جور کردن این وندر میشه حالا ما چی میکنیم میایم سر امپلای خود کاستومر و وندر ما چی شد جور کردنش گپش خلاص شد میام سری امپلایز ما چه قسم در کویک بوکس اضافه میکنیم مثلی وندر و کاستومر ای را ما از میتونیم از هوم پیج اضافه کنیم میتونیم از لفت آیکن بار باز میتونیم از مینو اضافه کنیم صحیح است اینجا سر کنین مینو در اینجا یک مینو جا جدا و خاص ما به نام امپلای داریم ای را کلیک کنین امپلای سنتر باز میشه یک چند تا امپلای را که باید تون باشه به خاطر ضرورت که قبل ما ضرورت داشتیم ایره جور کردیم که مثلا ماش و دیگه چیزا رو پرداخت میکردیم اگه باید تون باشه نه خو ایره ما چی میکنیم ترانزکشن هاش دلیت میکنیم اومدم اینجا ادیت ترانزکشن گفتم ایره دلیت میکنیم که خود امپلای رو چی کنیم دلیت کنیم سیو اند کلوز گفتم حالا ایره ما چی میکنیم دلیت میکنیم صحیح شد چون ترانزکشنش که باش بازور دلیت کردن ما نمیتونیم اومدم ایره ما دلیت کردیم که امپلای رو ما جور کنیم که شما بفهمید که چه قسم امپلایی الف تا یا ای تو زد ما او را اد میکنیم یک دانش میمانیم هر کس که هست خب به خاطر جور کردن امپلای جدید اینجا ببینید یک کماند است به نام نیو امپلای ایره کلیک کو ایره که کلیک کردین یک صفحه باز میشه که از طریق ما میتونیم امپلای جدید جور کنیم پرسونل انفورمیشن امپلایز نام امپلای لیگل نیم ازی مثلا نوشته که مستر اجمل سایستا و میریل انیشال نده لاست نیمش نوشته کدم همدرد صحیح شد اجمل همدرد وقتی که چک میدیم با کارمند خود با کارمند خود بعضی کمپانی ها چک میدنه که بر از بانک ماشته بگیر هر چی که هست میگم به نام اجمل همدرد به خاطر از اینکه چک باز با تذکری تو مقایسه میکنه نشو که در تذکره یک نام باشه و در چک دیگه نام باشه باز نمیتونه پیسه بره هر اسنادی که باشه اون برویت از اون باید ایجاد کنیم سوشل سکیوریتی نمبر در افغانستان استفاده نمیشه ما برتون گفته بودیم که این نمی کویک بوکس که ما استفاده میکنیم ورژن یو اس هست صحیح است بعضی اپشن هایی که هست به یو اس جور کرده است مثلا ده اینجا ببینین ملیتری سرویس یو اس نوشته کرده توجه هستین
دیگه زیاتر آپشن هایی که هست به خاطر یو اس اسپیس از جور شده. سوشال سکیوریتی نمبر در افغانستان نیست، اگر در خارج باشی، اگر داشته باشی بود دیگه اد میکنی. جندر تو مشخص میکنی، من میگم میل است یا فیمیل، میگم میل است. دیگه دیت اف برث از چند است نوشته کردم که بعد یک تاریخ انتخاب میکنم و در مثال اینم تاریخ فرمتش جور میکنم. نوشته کردم که 1990 و در اینجا نوشته میکنم که افت و در اینجا نوشته میکنم که 28 به طور مثال این نوشته کنم. این دیت اف برث از این نفر است. حالت مدنی از چه رقم است؟ روسی کده، سنگل است، دایورس است، سپریتید. این را میبینی اپشن ها در افغانستان نیست، این زیادتر در خارج است. میگم که نه ای مریر است. ای یو اس سیتیزن است یا نیست؟ میگم نه یو اس سیتیزن نیست. ایتنسیتی از این قومیت از چه رقم است؟ آسیایی است، افریقایی است، امریکایی است، ایشین. ما شما کل ما در ایشین میام، نه آسیایی نجات میام. و دیگر دیسیبیلیتی است، خدا نخسته کدام معلولیت داره نداره دیسیبیلیتی. اگر داشته باشه یس انتخاب میکنه، اگر نداشته باشه نو. باز اگر یس انتخاب کرد نوشته میکنه چه قسم معلولیت داره، مثلا دستش نیسته یا دستش خدا نخسته مشکل داره، چشمش مشکل داره، او رو نوشته میکنه. یک تا نو فارم که هسته ای هم در افغانستان قابل تطبیق نیست. وقتی که ما شما کمپانی رو جور میکردیم اگر بایدتان باشه در اونجا برای ما میگفت که امپلایی داری، کانترکتور هسته یا امپلایی است. باز با امپلایی که هستی یک تا نو فارم گفته بود که ای داره. مثل که ما شما در افغانستان وقتی که امپلایی رو انتخاب میکنیم یک چند دانه فرم برش میدیم، مثلا فرم استخبارات است، فرم جنایی است، فرم تروریسم است، فرم صحیحی است، ایره خانه خلاص کو باز بیا که من تو رو به حیث کارمند استخدام میتونم میدم. این شکلی هم یک فرم است. اینجا میگه که این فرم هم مکمل کرده نکرده، آن فایل داره نداره. اگر داره یس انتخاب کو، اگر نداره ما نو انتخاب میگیم، چون در افغانستان هیچ چیزا قابل تطبیق نیست. ورک اتوریزیشن اکسپایر، با کدام تاریخ که است مثلا این فرم چیزایش که است اکسپایر میشه. ملیتری سرویس انجام داده نداده یس، اگر انجام داده باشه یس انتخاب میکنه، اگر نباشه نو. دیگه استیتس اکتیو است یعنی ریزرو است، در ریزرو تیم ریزرو هم دارن. مثلا در وزارت داخله که میرین میگه یک تیم فعال، میگه چرا که میگه ریزرو برجسته، نه یک خو کارمند است که میره کار میکنه، یک ماش میته موجود خانه شیشتی مثلا بس مشخص نمی باشه، چیز برش بسیار خوب اصطلاح برش میگم این نظامیا صحیح است. دیگه او را اگر اکتیف باشی انتخاب میکنه، اگر ایره نیستی ایره. من میگم بیخی ملیتری سرویس هم انجام نداده یا نمیتن. باز میگم در ادرس این کانتاکت دیتیلز در اینجا میگم صحیح است. اینجا که آمد ادرس زیر نوشته میکنیم که بیادر ادرس از ایکی هست در کوتی سنگی است، کوتی سنگی. خب باز میگم دسترکت نمبر 3 نوشته کدم، سیتی نوشته کدم کابل. زیب کود استیت افغانستان نداره، زیب کودش 1006 نوشته میکنم صحیح است. احتیاط فعال میگه آلی باید امامد، کسی که در نظامی باشه بستش مشخص نباشه بازور در احتیاط فعال معرفی میکنه، ریزرف فوری میباشه، ماشش میده بازور اگر جای دیگه معرفی کرد معرفی، اگر نه در خانه میباشه تا شش. ما فکر کنم که اگر احتیاط فعال باشی بعد از اونم میفهم خلاص تو منفک میکنه چه رقم کدام حساب هستم تو. من فون نمبر از کارمند نوشته کردم که بدر اینمی فون نمبر هست، اینمی فون نمبرش هست. من ایمیل ادرسش نوشته میکنم که همدرد @gmail.com ایر نوشته کردم. فون نمبرش، سی سی ایمیل ادرسش، موبایل نمبرش، فاکس نمبرش، وبسایتش. در اینجا فقط اسکایپ ایدیش نوشته میکنم که همدرد @ همدرد نوشته کردم، خاطر از اینکه اسکایپ آرت نداره. ایمرجنسی کانتاکت انفورمیشن است، از خدا نخواسته سر از این کارمندت که به نام اجمل همدرد چیزی شوه، مریض شوه، کدام مشکل دیگه پیدا شوه، یک حادثه شوه. بعضی از دوستا و اقاربش هستن که به نام ایمرجنسی کانتاکت انفورمیشن که تو با اونا ارتباط بگیری بیای غم از این نفر بخوره. صحیح شد. پرایمری کانتاکت است و سیکندری، مثلا برادر، بچه، کاکا، ماما، پدر، همشیره، خواهر، این چیزا رو شما در اینجا ارد میکنید. نوشته کردم پرایمری کانتاکت نیم که هسته به طور مثال وکیل است، طور مثال وکیل است باشین، وکیل است، فون نمبر ازی هست. مثلا میگم که اینمی فون نمبرش هست، اینی فون نمبرش هست. خب ریلیشنشیپ ازی با اینی چی هست؟ برادرش هست، پارتنرش هست، مادرش هست، برادر ازی هست. میگم دیگه میگم یک نفر دیگه مثلا میگم که احمد، ایم مثلا به طور مثال شماره رو میگیرم، میگم
ای شمارهش هست، ای پدرش هست. چیست پدرش هست؟ خدا نخواسته کدام گپ میشه، شما میشه با این شماره چی کنین؟ ارتباط میگیرین به خاطر ازی حجمت. ایدیشنال انفورمیشن، معلومات اضافه است. در تمام ادارات که شما میرین، خصوصا ادارات دولتی، وقتی که وظیفه میگیرین، اول برتون یک استلام میت میگه برو در بانک به خود حساب جور کن. میده نمیته برتون، خصوصا پشتنی بانک، کابل بانک. در اینجا ما اکاونت نمبر کارمند تنوشته میکنی، اگر او اکاونت نمبر داشته باشه. صحیح است؟ من نوشته کردم که 20 20 10 40 این نمبرش هست، اکاونت بانکیش هست. اینا بلینگ ریت لول در اینجا مامت باید تنست، یعنی پیشتر ما گفته بودیم او را میشه که ما با ایک کارمند خودم جور کنیم، هم با امپلای خدا. این چه قسم کارمند است؟ اکسپرت است، نورمال است یا تاپ است؟ من انتخاب نمیکنم، چون دو جا ما برتن عملی کار کردم که بخاطر چی استفاده میشه. اگر میگه انتخاب میکنم، نورمال کدام کپ نیستم چیز اضافه نه. دیفاین فیلد، اگر میخوای کستم فیلد اضافه کن، نیجا میتونی اضافه کن، مثلی کستومر وندر واری. پیرول انفورمیشن ازیستان، وقت ازی رسیده که ما معلوماتی پیرول ازی را اد کنیم. صحیح است؟ فعلا هیچ سکیجول بر ازی ما شما جور نکردیم. میم میگیم یک سکیجول جور میکنده اد میوده اینجا که آمدیم. سکیجول چی نام میدی؟ به اساس هفتوار به کارمندت ماش میدی، بای ویکلی هست، منتلی هست یا سالانه است؟ میگم نه، ماش از اختری دارن منتلی پرداخت میکنه. صحیح است؟ نوشته میکنم که منتلی. صحیح است؟ ایر نوشته کردم به اساس. در اینجا وقتی که ایر انتخاب کردی، باز میگه How often will you pay your employee on this schedule؟ به اساس اینی تقسیم اوقات که تو جور میکنی، چقدر وقت باید برای کارمند تو ماش میدی؟ میگم ایره ویکلی نیست، دیلی نیست، میگم منتلی هست. خب منتلی هست، بله. What is the pay period ended؟ با کدام تاریخ آخری ازی که تو باید برای زو پی کنی کدام هست؟ میگم که تاریخ آخری شا 25 هست، 26 هست. زیادتر کارم ادارات که ببینی در تاریخ 25 و 26 ماش میده به کارمندای خود، ادارات موسسات خارجی. What date should appear on the paycheck for this pay period؟ کدام تاریخ میخوای که در پیچک نیست؟ هر کارمند به خود پیچک داره که در اونجا نوشته کرد نامشه، بستشه، ماهانه چقدر ماش داره، او چیزها نام ما را نوشته میکنه، کدام ما پیمنت میکنه بره. میگم این تاریخ 26 باید بیاد، چون ماشم اندیتشم اینه میسته. صحیح شد؟ و دیگه what day should appear؟ کدام روز؟ و تاریخ 26 که شد، روزشم 26 انتخاب، خودش انتخاب کرده 26. صحیح شد؟ بعد از کیره جور کردین، اوکی کلیک کردین، اوکی که کلیک کردین، یک دانه پیرول سکیجول جور کردین شما با کارمند خود، بنام چی؟ منتلی. و پی فرکونسیش خودش انتخاب شده گیست منتلی. کلاس همی بینین باز در اینجا آمده که ما شما خوانده که کلاس هم بخاطر ایمپلایی استفاده میکنیم، چون ایمپلایی وقتی که پول ما برش میتونه مصرف است یا نیست، باید ما مشخص کنیم که مثلا تو یک کلاس جور میکنی بنام پیرول که به تو معلوم شود که مکمل ما، یا مثلا اینترنال امپلای، اکسترنال امپلای، کارمندای بیرون خارجی ما، کارمندای داخلی ما، که معلوم شود چقدر ماش ما به کارمندای خارجی دادیم، چقدر به داخلی دادیم. خب حالی میان در بخش ارنینگز و ادیشن و دیدکشن. ارنینگز ماهانه ای نفر چقدر پول میگیره از پیش، او را خو مشخص کردی منتلی سا. در اینجا آیتم فعلا وجود نداره، باید جور کنی در ارد نیو بیا. در ارد نیو که آمدی ویجز مشخص میکنی، کمیشن مشخص میکنی، بونس برازی ارت میکنی یا انوال سلری. زیادتر ادارات که شما میرین موسسات خارجی وقتی که با تو قرارداد میکنه، در قرارداد که هست برات میگه که ماهانه ماش تو $1,000 است که ضرب 12 که شود سالانه چقدر میشه؟ $12,000. او در قرارداد ذکر میکنه، برای ما معلوم است. صحیح است؟ خب به طور مثال اینا ما برتون یک مثالش نیست اینجا نشان بتون باش که هست نیست. نه یک دفعه اینجا ما بیایم، ده اینجا ما بیایم، مای دیتا ده کجاست؟ ده اینجا ما بیایم، خو اینجا میایم، این قرارداد مثلا ما میگیرم. ده اینجا شما ببینین ما چی کردیم، ده اینجا شاید باشه. اینجا ببینین نوشته کده چی نوشته کده؟ خو ماشی پای کارمند برای مدت زمان وظیفت توسط اینمی داره به اساس نرخ سالانه. سالانه قدر میشه افغانی؟ با نرخ ماهوار 1,4444 افغانی تصویب، یعنی سالانه رم ذکر میکنه و ماهانه رم ذکر میکنه برد. صحیح است؟ دیگه به این شکل برد نور ذکر میکنه. در اینجا شما میتونید که او رو نوشته کنیم. مثلا ما میگم انوال سلری را صرف میکنم برازی. چی را صرف میکنم؟ انوال سلری. بعد از نیکس میگیم، نیکس که کلک کردی
ده اینجا باز نوشته این پیمنت که تو میکنی بعد از این اوور تایم است، اوور تایم خودش دیسیبل شده، اوور تایم نیست، انوال سیلری است. رگولر پی است، سیک پی است، ویکیشن میکنیم. رگولر پی است که ما ماهانه او را بعد از چی میکنیم؟ پیمنت میکنیم. بعضی ادارات وقتی که تو مثلا به مریضیت که هست هم برد پیمنت میکنه، ویکیشن که میر رخصتی میکنه هم برد پیمنت میکنه، میگم نه رگولر پی است. چی نام میتی بعد از این؟ انتر نیم فور دا سیلر آیتم نوشته میکنیم که منتلی یا میشه که نوشته کنی انوال سیلری یا منتلی سیلری، هم مشکل نداره. نوشته میکنم که مثلا منت انوال نوشته میکنم، انوال سیلری، چون باز دو ما درس میکنم که این انوال است ضرب 12 میکنم یک ماهشه، باز دو جمعه معلوم میشه. اگر منتلی نوشته میکنم هم مشکل نیست. باز چی میکنم؟ نکس انتخاب میکنم و یه اتوماتیکلی خودش لینک میشه با پیرول اکسپنس. معلوم دار است ماش کارمند مربوط چی میشه؟ پیرول اکسپنس میشه یا نمیشه؟ خودش لینک میشه. بعد از اون فنش انتخاب میکنم. خب یک چیز متوجه باشین، به خاطر از اینکه ما منتلی اینجا انتخاب کردیم صحیح است، شما میتونید اونجا چی نوشته کنیم؟ منتلی نوشته کنیم، مشکل نداره. اگر انوال نوشته میکنید یا منتلی نوشته میکنید هیچ مشکل نداره. فنش گفتم. خب بعضی مردم میگه که ما میخوام که اردوش ذکر کنم، نوشته کنم که بیادر ای انوالش اینقدر میشه و منتلیش اینقدر میشه. مثلا انوال ماهانش 1000 است، انوالش نوشته میکنم که چقدر هوم کرنسی ما چیست؟ افغانی که هستن 10000 که اگر انوال شوه 1,20,000 میشنه سالانش 1,20,000 افغانی. ای انوالش اصل کو هاورلی انوال ریت. دیگه اگر ارنینگ داره او را میتونی شما نوشته که مثلا بعضی داره چی میکنه؟ میدیکل الاونس میتا، فود الاونس میتا، ایژوکیشن الاونس میتا. مثلا در دفتری که ما کار میکردیم 17 دلار برای ما میداد که شما پانتون میخوانیم، کورس میخوانیم، کمپیوتر میخوانیم، انگلیسی میخوانیم، هر چی که میخوانیم بخوانیم سالانه 17 دلار بنا میزیم میداد. فیسی ترانسپورت جدا میداد. میدیکل الاونس مثلا 4,500 چقدر ماهانه میداد به خاطر اینکه کدام جای مریض شوی. چیزی 4,5 بود، 6 شدی ما قسم چیزی بود. کارت تلفن تا جدا می داد، تلفن جدا برد می داد، سیم کارت جدا می داد. این چیزها شما می تونید کلش ارلینگز اد کنید. اگه وای کنه سیدا مالی جدا خبره سیدا اورا دیگه که هست د اینج سل کو ڈیڈکشن ایڈیشن و ڈیڈکشن هست. ایڈیشن د اینج شما می تونید اد کنید. ایڈیشن چی هست؟ بیشتر گفتم برتون نه د اینج فقط سالری را اد میکنید. شما د اینج ایڈیشن ایڈیشن چی را میگه؟ مثلا بیشتر گفتم برات نه ایجوکیشن الاونس، فود الاونس، میڈیکل ایکول ایڈیشن هست. ڈیڈکشن چی را میگه؟ مثلا بعضی ادارات که هستن تکس جمع میکنن، تو میشه که نوشته کنی که ماهانه تکس از این قدر میشه. قبل ما گرفتی یا مثلا بسرم یاشت یک چیز پول از ماش تو دور میتا به خاطر تقاوتی بعض پول از پیشتن دور میتا اور دینج شما میتونید کنید. ما چی میکنم؟ یک ایڈیشن اد میکنم. ایڈیشن اومدم ده اد نیو ده اد که اومدم میگم ایڈیشن اد میکنی یا ڈیڈکشن؟ ایڈیشن میگم اد میکنم. نیکس کلیک کردم، نیکس کی کلیک کردم چی نام میتی برازی ایڈیشن نوشته کردم که ایجوکیشنل الاونس صحیح است، الاونس نوشته کردم صحیح است. بعد از او نیکس انتخاب کردم، نیکس کی انتخاب کردی ایم لینک شو با پیرول اکسپنس میگم بله. اگر کدام اکاونت دیگه داری میشه انتخاب کن به نام امپلای الاونس اکسپنسز صحیح است، میگم نه پیرولش است همراه ماش یک جای میتیم. نیکس انتخاب کردیم. ای چی است؟ به خاطر از اینکه مسئله تکس است که اگر ما بخوایم که تکس ما سر ازی چارج کنیم چه قسم آیتم است؟ کمپنسیشن است، نن تکسیبل، سیک پی است، صحیح است، ایکویتی است. ای چیزایی است که یکیشم زیادتر از اینکه افغانستان قابل تطبیق نیست. میبینیم یکیشم نیست. مثلا نوشته که در اینجا ریپورتد تپس است چیز در اینجا ما نن انتخاب میکنم که قابل سر ازی تکس ماکس چارجیبل نیست. میگم اگر تکس چارجیبل باشه ادر انتخاب میکنم، در اینجا باز مشخص میکنم. بعد از او نیکس انتخاب کردیم. اینجا باز تکس آمده که فدرال تکس است، میڈیکل کمپنی چیز است، میڈیکل کیر امپلائی است، سوشل سیکیورٹی کمپنی چی رقم است، پیرول آیتم ازیر باز اینجا بخاطر تکس مشخص میکنم. اینجا باز من چیز را انتخاب نمیکنم، نیکس میگم صحیح است. در اینجا برای ما میگه که چه قسم کالکولیت میکنیم، به اساس کوانتیتی کالکولیت میکنیم، به اساس هاور؟ میگم نه، نه به اساس کوانتیتی است، نه به اساس هاور است. این منتلی حساب است، منتل بیسس.
باروز نیکس انتخاب کردیم ای گراس پی یا نت پی است. گراس پی وقتی ما میگیم که مالی چیزا سرازی باشه، نت پی به این معنی که سرازی مالی نیستم، نت چیزی که است برش میدیم. باروز نت می انتخاب میکنم. نیکس انتخاب کردیم. لیمیت از چقدر است؟ دیفالت ریت لیمیت صحیح است. ای جو برای ما میگه enter a percentage symbol after the number if this is a percentage. Agar fisari basha yak limit asta yak rate as megim rate as ki asta ire ki mukammal bakhon bartan malum isha enter the rate bubashin the rate you enter here will be the default rate for this item. Masalan mana vishta kare ki mah mahana masalan 1000 afghani da banami educational allowance bakhatare اگه ای فیصدی شما نوشته میکن مثلا 10% 5% ماشه بنامی چی؟ بنامی ایژوکیشن الانس ما برای زو ایدیشن میدیم فیصدی رم ذکر کردن میتانیم ما چی میگم؟ میگم نیت ماش است 1000 افغانی رو بخاطر تحصیل تعلیم ما برای زو بیدیم. لیمیت تایب چی رقم است؟ میگم تا اخری لیمیت ازی که است تا 2000 افغانی است. اخری لیمیتش تا 2000 افغانی است. و ای را تو هر سال میخوای ریستارت شوه یا منتلی ریستارت شوه؟ میگم نه، هر ماه برای زی ما ایره در نظر میگیریم، یعنی ماهانه 1000 افغانی میدیم بخاطر ایژوکیشن الانس. صحیح شد؟ بعد از او فینش کلیک میکنم. فینش که کلیک کردی یک دانه آیتم ایدیشن اضافه شد بنامی چی؟ بنامی ایژوکیشن الانس. اماونت چقدر است؟ لیمیت چقدر است؟ به اون شکل شما به صدها آیتم دیگر را اٹکده میتنی. خوی چیزا یکیشم که از افغانستان در حکومت افغانستان قابل تطبیق نیست، ما ندارم در افغانستان. فقط یک مثالش را براتون دادم. دیگه اگر تاکس و دیگه چیزایش شما ارت میکنید دیگه ارت کنم میتونید. خب ما او را ارت نمیکنم. میایم در کدام جایی؟ در امپلای انفورمیشن. در امپلای انفورمیشن که هست هم یک تابش میخوانیم دیگه شد، چون گپ زیاد است نشو که واسه وقت نشم سر ما. خب میخوانیم در امپلای انفورمیشن هم اول امپلایمنت دیتیلز است، با کدام تاریخ شما ایره استخدام کردین، هایر کردین. ما میگیم ایره ما هایر کردیم با تاریخی 20 دن هایر کردیم کارمند. صحیح شد؟ خب اوریجنال هایر ریتش چیست؟ میگم این تاریخ 20 اوریجنال هایر ریتش است. بعضی نفر هست مثلا قرارداد میکنه به تاریخ 20 به کارت رو میخواه تاریخ 25، اگر متفاوت باشه میتونم میشه متفاوت انتخاب کنیم. من ادویش یک چیز انتخاب کردم. ارجستد سرویس ریت که هستن تاریخ ارزیابی کارمند است، کدام کدام تاریخ شما کارمند خود ارزیابی میکنین. مثلا من اون امور کاپی کردم در اینجا پیست میکنم ایره باز 2023 نوشته میکنم. صحیح است؟ یعنی در آخری سال دیگه ما چی میکنیم؟ ارزیابی میکنیم. یا میشه که 3 ماه و 4 ماه را چونکه مثلا 1 ماه پیش یا امو تاریخ که انتخاب کردی اون امور ایجا ماه دوم است، ایجا ماه پنجم نوشته کن 3 ماه بعد ماه، چون 3 ماه که سوال چی میباشن؟ در وقتی که شما در یک بست اپلای میکنین در اونجا نوشته میکنن 3 months probationary period. 3 ماه که است وقت امتحانی توسته، در 3 ماه تو چه رقم کار میکنی؟ اگر کار کردی خوب داخل از این کس تو را ارزیابی میکنم، میگینم فعالیت تو چه رقم است، خوب است، میباشی خوب نیستی خانه روانت میکنم، برو در خانه بشی چای بخور. ریلیز دیت که است last date on payroll، با کدام تاریخ اخیری از این ماش میگیره کدام تاریخ است؟ ما چون قرارات من یک سال است اونم را کاپی میکنم اینجا پیست میکنم و سال 2023 انتخاب میکنم. صحیح است؟ خب اینجا برای ما یک مسیج میتونه باشه چی کردیم. The release date tells QuickBooks when to remove the unemployee from the enter payroll information. میگم صحیح مشکل نداره. اوکی کلیک کردم. این همی تاریخ آخریش هست که نام از او باید از لیست پیرول چی شود؟ حذف شود. خب دیگهش که هست جاب دیتایلش هست چی وظیفه داره این نفر؟ میگم این سیلز اند مارکتینگ منیجر ماست. مارکتینگ منیجر. سپروایزر داره نداره؟ اگر سپروایزر داره کیست؟ نام اون نفر مشخص میکنه. مثلا سی او سپروایزرش هست یا نیست؟ او رو انتخاب میکنه. اینجا مربوط کدام دپارتمنت میشه؟ میگم مربوط سلز اند مارکتینگ دپارتمنت بازاریابی. در دسکریپشن نوشته کدام میتونه که مثلا این اینی وظایف مشخص و اساسی داره. دیگه تارگت بونس اگر با کارمند بونس در نظر گرفتی تا چقدر بونس در نظر گرفتی؟ مثلا 10% معاشش در نظر گرفتیم. صحیح است؟ دیگه ای امپلایمنت دیتیلش هست ای چه قسم کارمند است؟ رگولر است، آفیسر است، اونر است؟ میگم رگولر کارمند است که رگولر پیمنت میکنه، ما ماهانه برش ماش میدیم. تمام کارمند هایی که میبینی بدون قراردادی کانترکتور و چیست رگولر پیمنت کارمند است. فول تایم است یا پارت تایم؟ میگم نه فول تایم است.
سیزنال است یا نیست؟ نه سیزنال نیست، دائمی است. سیزنال به این معنی مثلا بعضی کارمندای قسم است باسا سی یک فصل می کار میکنه باز میره کار خود. اگزامپت است یا نیست؟ مالیه مالیه چیز میتونه نه میتونه بگیم نه نه اگزامپت است مالیه میتونه. کی ایمپلایی است یا نیست؟ کارمند مهم است یا نیست؟ خوی مهم نیست که کلش تو انتخاب کنی چیزی که دیگه نوشته کرده کلش تو انتخاب کنی. خب بازم اگه تو میخواستی یک کارمند ریکاردش پیش خودت باشه به این شکل شما میتونی کارمند خود اضافه کنی. The leave of absence راجع به رخصتیش است. leave date است، leave detailش است، ای termination است، به کدام تاریخی چی شده terminate شده. خوی را ما در کدام تاریخ چی میکنیم؟ در آخر سال. ای ترمینیشن خو مربوط آخر سال وقتی که منفک شوه کارمندی ما در آخر سال ما ایره چی میکنیم؟ ارد میکنیم. خو ما بر ایره میگم که چی معنی میکنیم. لیو دیتز به کدام تاریخ مثلا رخصتی گرفته؟ ستار دیتش هست. اسپیکتید ریترن دیت به کدام تاریخ شما گفتیم که باید پس بیایه؟ ایره خو ما چون تاریخ 25 انتخاب کردیم ایجا 20 انتخاب کردیم با او خاطر نه تانو سالش پوره شده نه ما پوره شده تا سی ماه خو بخیر رخصت گرفته نمیتونه رو خبرت معلوم است نه؟ گفته بود که مثلا از تاریخ 25 گفت تا تاریخ 30 پس میایم تاریخ 2 ماه دیگه پس آمد. اکچوال ریترن دیت گفته بود به این تاریخ میایم مگم به این تاریخ پس آمد. صحیح شد؟ چه قسم لیویش هست و علت رخصتیش چیست؟ ایره دینجا نوشته میکنیم. صحیح است؟ در مقابل رخصتی پولیش میتونی یا نمیتونی؟ بعضی رخصتی های قسم است که رخصتی بدون معاش است. صحیح است؟ میگم آقا پولیش میتونی بیاد رخصتی بدون معاش نیست. ما رخصتی سالانه داریم. صحیح است؟ رخصتی مریضی داریم، رخصتی ضروری داریم. دیگه رخصتی بدون معاش داریم. ترمینیشنش میم در ترمینیشن اگه ای نفر ترمینیت شد روز آخری کاریش کدام روز بود؟ او را انتخاب میکنیم شما. صحیح است؟ last day on benefits از تاریخ روز آخری که از دفتر ما معاش گرفته مستحق معاش بود کدام روز بود انتخاب کنه. release date که است اونم تاریخ است که ما اینجا نوشته کردیم خودش انتخاب کرده چون ما گفتیم تاریخ روز آخری از اینکه اصلا ما کار میکنیم نمی روز هستن از این مارم برش ما شمیت دیگه نمیتم دیگه termination detail از این نوشته میکنیم نوی منفکی از این چیست ختم قرارداد است کدام بین زاکتی کده کدام کبی دیگه است تقاعد شده صحیح است ریزن شیجه نوشته میکنی تایب شیجه ریزن شیجه اگر زمینه مساعد شوه دوباره میخوین ایر استخدام که مثلا قراراتش ختم شده میگم بله ای کارمند بسیار کارمندی لایق بود ما دوباره تصمیم داریم این بخاطر از اینکه اگر تو میری دیگه کس میای یک بست اعلان میشه ای کارمند اوجا اپلای میکنه پس تو میبینی که آه ولی خود مدیری سابقه نوشته کده بود که ای کارمند ما ضرورت داریم ما اگر امکاناتش باشه دوباره استخدام میکنه این دیگه ما مربوط مالی نمیشه مربوط بخش اداری و منابع بشری میشه اچ ها پروتست ان امپلایمنت به این معنی که اگر وقتی که کارمند تو ترمینیت کردی قراردادش ختم کردی کدام شکایت چیزی کرد پروتست کرد یا نکرد اگر کتا باشی هست اگر نی یک مثل پیش خود ریکارد ساب میکنه که شکایت کرده نکرده صحیح است ای سیورنس پی که است این هم کدام کمان از افغان چی است بخش است که در افغانستان بیخی قابل تطبیق نیست میگه بخاطر این مسئله بر از یا شما پول میتین یا نمیتین اگر این در افغانستان قابل تطبیق باشم برش میگه که یس اگر نی خود چون ایش در افغانستان قابل تطبیق نیست نو انتخاب میکن و در اینجا ریزن یا کومنتش نوشته میکنی که اگر پیمنت میکنی بخاطر چی پیمنت میکنی اصلا نی چی است ما خودم نمیفهم بخاطر از اینکه ایش در افغانستان قابل تطبیق نیست زیادتر چیزایی زیم اگر ای کارمندی تو کارمند این اکتیف از غیر فعال است ایجا میشه که ایر تو این اکتیف انتخاب کنی ایر ما در اول جور کردن انتخاب نمیکنی وقتی که کارمند دو سه چهار ماه تیر شد سرش یا کارمند ما منفک کردیم باز میشه که ایجا بیم این اکتیف امپلاییز این اکتیف ایر انتخاب کنی بعد از او اوکی میگیم وقتی که اوکی کلیک کردیم برای ما میگه تو فدرال تاکس و ستیت تاکس و دیگه لوکل تاکس ای چیزار دوارد نکرد ایر میخوای اد کنی میگم در افغانستان یکی از قابل تطبیق نیست فدرال تاکس و ستیت تاکس و لوکل تاکس در کجا است؟ هیچ نیست اما تاکس اصلی را کس نمیتا در دکان که است دفتر چی میای شاروالی تاپا میزنه که دکان باز نکو اون نفر میاد ورق پارا میکن دکان باز میکن دیگه ایره چی میکن میگم نه ایره ستاب نمیکن میگم لیف از ایس چه قسم که است همورا بان یک دانه کارمند بنامی اجمل همدر تمرای ما چی شد؟ اضافه شد و در اینجا جنرال انفورمیشن مو کارمند میای و در اینجا ترانزکشن هایی که ما ریکارد کردیم در مقابل کارمند اینجا میایم به این شکل شما میتونین یک امپلایی رو در برنامه کویک بوکس چی کنین؟ اضافه کنین
پس موضوعی جور کردن وندر میم ده هم پیج موضوعی جور کردن وندرز کاستومرز و امپلایز چی شد خلاص شد. سر صبح بخیر عملی در برنامه کوئک بوکس کار میکنیم، خریداری میکنیم، فروشات و چیزها رو کار میکنیم. سوال نیستن؟ نه.